In the name of God, the compassionate, the merciful. Hello everyone. در این قسمت به بررسی بخش Vocabulary Development مربوط به درس 3 سال 12 میپردازیم. عنوانش هست Proverbs. Proverb یعنی ضرب المثل. تعریفش رو دقت کنین. A proverb is a short, well-known sentence that gives practical advice about life. یک ضرب المثل یک جمله مشهور کوتاه است که advice یعنی نصیحت و پند که پند و نصیحت عملی می دهد درباره زندگی. Proverbs surround us every day. ضرب المثل ها احاطه می کنند ما را هر روز. Surround یعنی احاطه کردن. Whether at home, چه در خانه, work, سر کار, school, در مدرسه, or during a conversation with a friend, یا در طول مکالمه با یک دوست. The likelihood of hearing a proverb is high. احتمال شنیدن یک ضرب المثل بالاست. Likelihood یعنی احتمال. For example, به عنوان مثال، The following common proverbs, ضرب المثل های رایج زیر in English, در انگلیسی, have common equivalents in Persian, دارند معادله های رایجی در فارسی. Common یعنی رایج و equivalent یعنی معادل. دو تا ضرب المثل رو در این جدول براتون آورده. English proverb, ضرب المثل انگلیسیش, meaning, معنیش, and Persian proverb, ضرب المثل فارسیش. God helps those who help themselves. خدا کمک میکنه به اونهایی که به خودشون کمک میکنند. Don't just wait for good things to happen to you. فقط منتظر نمون برای چیزهای خوبی که برایت اتفاق بیفتد. Work hard to achieve your goals. به سختی کار کن تا کسب کنی اهدافت را. Achieve یعنی کسب کردن، به دست آوردن و goal یعنی اهداف که در فارسی معادل از تو حرکت، از خدا برکت هستش. The early bird catches the worm. پرندهی که سحرخیز هست و زود از خواب پا میشه کرمها رو میگیره. Catch یعنی گرفتن و worm یعنی کرم. You should wake up and start work early if you want to succeed. تو باید بیدار بشی از خواب و شروع کنی به کار کردن زود اگر میخواهی که موفق شوی، که معادلش هست سحرخیز باش تا کامروا باشی. بنابراین معنای تحت اللفظی ضرب المثل ها رو ما نباید مد نظر قرار بدیم و بایستی معادل فارسیش رو حتما بلد باشیم. در قسمت بعدی از شما خواسته که match the following proverbs with their meanings، ضرب المثل های زیر رو با معانیش match کنید و مطابقت بدین. Then write their equivalents in Persian. سپس معادلاشون رو به فارسی بنویسیم. ابتدا ضرب المثل هاش رو با هم دیگه مطالعه کنیم. Number 1. Birds of a feather flock together. کبوترانی که از یک پر هستند با هم دیگر پرواز میکنن یا با هم دیگر جمع میشوند. Flock یعنی جمع شدن، که در فارسی میگیم کبوتر با کبوتر، باز با باز. Actions speak louder than words. عمل و فعالیت صحبت می کنند بلندتر از کلمات، که معادل فارسیش رو میگیم به عمل کار برایت به سخندانی نیست. Practice makes perfect. تمرین کردن باعث میشه که کامل بشین. Practice یعنی تمرین کردن و perfect یعنی کامل، که در فارسی میگیم کار نیکو کردن از پر کردن است. ضرب المثل بعدی، Too many cooks spoil the broth. آشپزها که زیاد میشن سوپ رو خراب میکنن. Spoil یعنی خراب کردن و broth یه نوع سوپ هستش، که معادل فارسیش میگیم آشپز که دوتا شد آش یا شور میشه یا بی نمک. Easy come easy go. چیزی که آسون به دست بیاد آسون هم از بین میره، که در فارسی میگیم باد آورده رو باد میبره. Number 6. Two heads are better than one. دو تا سر بهتر از یکیه، که اهمیت مشورت کردن رو میخواد بگه و در فارسی میگیم در هر سری یک عقلی است. Number 7. Don't count your chickens before they hatch.
نشمار جوجه هایت را قبل از اینکه آنها از تخم سر در بیارند. کاونت یعنی شمردن و هچ یعنی از تخم بیرون آمدن، که در فارسی میگیم جوجه رو آخر پاییز میشمارن. چیزی که هنوز اتفاق نیفتاده نباید روش حساب کرد. Out of sight, out of mind. چیزی که از دیده خارج بشه از ذهن هم خارج میشه. Sight یعنی دیده و بینایی و mind یعنی ذهن، که در فارسی میگیم از دل برود هر آن که از دیده برفت. در ادامه هر کدوم از تعاریف رو با هم دیگه میخونیم ببینیم که با کدوم ضرب المثل بیشتر مطابقت داره. Part A: When two people cooperate with each other، وقتی که دو نفر مشارکت و همکاری میکنند با هم دیگه، they come up with better ideas، آنها پیدا میکنند ایده های بهتری رو، یا ایده های بهتری به فکرشون میرسه. come up with یعنی پیدا کردن یا به فکر رسیدن، که این معادل ضرب المثل ششم بود که two heads are better than one، اهمیت مشورت کردن رو میرسونه. When you get money quickly، وقتی که شما سریع پولی به دست میارین، quickly یعنی سریع، like by winning مثل از طریق برنده شدن آن، it's easy to spend it، خیلی راحت خرج کردنش، spend یعنی خرج کردن، or lose it quickly as well، و یا اون را از دست میدید به سرعت همچنین، as well یعنی همچنین، که خب توضیحش مربوط به ضرب المثل easy come easy go هستش، باد آورده رو باد میبره. When there are too many people trying to lead and give their opinions، وقتی که وجود دارن تعداد زیادی از مردم که تلاش میکنن که lead یعنی هدایت کردن و راهنمایی کردن، and give their opinions و نظراتشون رو بدن، it's confusing گیج کننده است، and leads to bad results، leads to یعنی منجر شدن و منجر میشه به نتایج بدی. Jobs and projects should have one or two strong leaders، مشاغل و پروژه ها باید یک یا دو رهبر قوی داشته باشه. leader یعنی رهبر یا راهنما، که با توجه به ضرب المثل ها مربوط به too many cooks spoil the broth هستش، یعنی آشپز که دوتا شد آش یا شور میشه یا بی نمک. پس این سه کلمه رو با هم دیگه یاد بگیرین. lead یعنی هدایت و راهنمایی کردن، lead to یعنی منجر شدن، و leader یعنی رهبر یا راهنما. You soon forget people or things that are no longer visible or present، شما به زودی فراموش میکنین مردم یا چیزهایی که دیگر، no longer یعنی دیگر، visible قابل مشاهده نیستن یا نمیبینینشون، visible به معنی مرئی هم هستش، or present یا حاضر نیستن، که معادل ضرب المثل out of sight out of mind هستش، از دل برود هر آن که از دیده برفت. Part E: People like to spend time with others who are similar to them، مردم دوست دارن که صرف کنن وقتشون رو با افراد دیگری که شبیه خودشان هستند. similar to یعنی شبیه به، که معادل ضرب المثل اولی هستش. birds of a feather flock together، کبوتر با کبوتر باز با باز. Part F: Just saying that you'll do something doesn't mean much، فقط گفتن این که شما چیزی رو انجام خواهید داد خیلی معنی نمیده. actually در واقع doing it is harder and more meaningful، انجام دادنش سختتر و معنادارتر هستش. meaningful یعنی معنادار یا با معنی، که با توجه به ضرب المثل هایی که داریم معادل actions speak louder than words، یعنی به عمل کار برایت به سخندانی نیست. Part G: You have to practice a skill a lot to become good at it، شما باید have to یعنی باید تمرین کنید یک مهارتی رو a lot زیاد تا در اون خوب بشین، که معادل practice makes perfect هستش، کار نیکو کردن از پر کردن است. و قسمت H: Your plan might not work out، برنامه های شما ممکنه عملی نشه، so don't start thinking about what you'll do after you succeed، بنابراین فکر نکنین درباره اینکه چیکار خواهید کرد بعد از اینکه موفق شدید،
Wait until you've already succeeded. منتظر بمانید تا وقتی که موفق شدید. And then you can think about what to do next. و بعدش میتونین فکر کنین درباره این که در مرحله بعدی چی کار کنین. که معادل ضرب المثل Don't count your chickens before they hatch. جوجه رو آخر پاییز میشمارند. در ادامه از شما خواسته که write the Persian equivalents for the following English proverbs. بنویسید معادل‌های فارسی ضرب المثل‌های انگلیسی زیر رو. Number 1, cut your coat according to your cloth. ببر کتت را با توجه به پارچه ات. Cloth یعنی پارچه و according to یعنی با توجه به. که در فارسی میگن پا تو از گلیمت درازتر نکن. Number 2. A burnt child dreads the fire. بچه ای که سوخته از آتش می ترسه. Burnt که از فعل burn به معنی سوختن گرفته شده. Dread یعنی ترسیدن و fire یعنی آتش. در فارسی میگی مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسه. Kill two birds with one stone. کشتن دو تا پرنده با یک سنگ. Stone یعنی سنگ. که در فارسی میگیم با یک تیر دو نشان زدن. Number 4. Don't lock a gift horse in the mouth. نگاه نکن به یک اسب هدیه در دهانش. یعنی دهن یک اسب هدیه رو وارسی نکن، بررسی نکن. تو فارسی هم میگیم دندون اسب پیشکش رو نمیشمارن. وقتی کسی هدیه‌ای به آدم میده دیگه براش عیب و ایراد نمیتراشیم. بسیار خوب، این بحث ضرب المثل های درس 3 دوازدهم بود که با هم دیگه بررسی کردیم. حتما سعی کنین که معادل های فارسیش رو یاد بگیرین و مفهومش رو متوجه بشین. در کنکور 98 در بسیاری از کنکورها سوال آخر قسمت لغت و گرامر یک ضرب المثل بوده که موقعیت کلی رو براتون معرفی کرده و شما میبایست ضرب المثل مربوط به اون رو پیدا میکردین. بنابراین سعی کنین که ضرب المثل ها رو با دقت بخونین و حفظشون کنین. Thanks for watching. Goodbye. Have a nice time.